سلام، به یک قسمت دیگه از بالی خوش اومدید. امروز میخوام طرز تهیه یک کیک بادوم رو بهتون نشون بدم. یک کیکی که توش آرد نداره، جوش شیرین نداره، بیکینگ پود هم نداره. درست کردنش خیلی ساده است و تعداد مواد اولیه‌اش هم به انگشتای یه دست هم نمیرسه. بریم سراغ مواد اولیه. زرده تخم مرغ، پرتقال، شکر سفید، پودر بادوم، بادوم خرد شده یا خلال بادوم، سفیده تخم مرغ. بریم سراغ طرز تهیه. خب اولین مرحله اینه که زرده تخم مرغ رو به همراه شکر سفید اینقدر هم بزنید تا حالت زرد روشن و کرمی و پف کرده ای بگیره. من اینجا از همزن ایستاده استفاده میکنم، ولی شما میتونید از همزن برقی دستی هم استفاده کنید. وسط کار اگه احساس کردین شکر یا زرده تخم مرغ چسبیده به دیواره ظرفتون، یه دور تمیزش کنید. خب می‌بینین که این چه حالتی به خودش گرفته. حالا من بهش پوست پرتقالم رو اضافه می‌کنم. اضافه کردن پوست پرتقال اختیاریه، میتونیم بهش از پوست لیمو یا حتی پوست نارنگی هم استفاده کنیم یا میتونیم کلا از رسیپی حذفش کنیم، ولی به نظر من یه طعم و بوی خوبی به کیکتون میده. شما از یه رنده ریز برای رنده کردن پوست پرتقال یا لیموتون استفاده کنین و فقط مراقب باشین که به اون قسمت سفید پوست میوه‌تون نرسین، وگرنه اون حالت تلخی داره و حالت خوشایندی توی کیکتون نداره. من همین مقدار فکر میکنم کافیه برام، حتی یه دونه پرتقال کامل هم نشد. حالا پودر بادومم رو هم یا آرد بادوم رو هم اضافه میکنم و با همین لیستکم شروع میکنم به هم زدن. انقدر همشون میزنم تا با هم مخلوط بشن. زیادی بیش از حد هم نمیخواد، این یه حالت مخلوط سفتی میگیره و اصلا نترسین و نگران نباشید، طبیعیه. حالا من هم ظرفم هم سریع هم زنم هر دو شسته و خوش شده و تمیزن و سفیده تخم مرغ رو میریزم تو ظرف و شروع میکنم به هم زدن تا اینکه خیلی پف کنه و حجم دار بشه و وقتی برش میگردم از ظرف نریزه. خب این دیگه کافیه. شما میبینید که این تخم مرغ من حسابی حجم دار شده و از این سری همزنم نمیریزه و کافیه. خب حالا میخواییم مخلوط سفیده رو با این مواد با هم دیگه توی چند مرحله فولد بکنیم طوری که هوای سفیده از بین نره و همچنان مواد پف کرده بمونن. که دیدین دیگه موادتون سفیدتون تقریبا مخلوط شده، دیگه کافیه بیش از حد هم همش نزنین که پف سفیدتون نخوابه. خب من اینجا یه قالب گرد دارم و این قالب من کمربندیه، ولی شما مجبور نیستین از قالب کمربندی استفاده بکنین. سایز ظرف من 9 اینچ یا 23 سانت، شما میتونین از قالب 20 سانت، 22 سانت یا 23 سانت استفاده بکنین، ولی خب بسته به سایز قالبتون حجم و قطر کیکتون متفاوت میشه. من اینجا با استفاده از یه مقداری کره دیواره ها و کف ظرفمو چرب میکنم. خب حالا کاغذ روغنیمو میذارم کفش و موادم رو میریزم. اینجا خیلی زمان تلف نکنین که پف موادتون نخوابه. اگر این مرحله رو خیلی طول بدین پف سفیده هاتون میخوابه و کیکتون به اندازه کافی پف نمیکنه. صاف میکنم توی ظرفم. من یه مقداری بادوم خرد شده دارم که یه مقداری میپاشم روی این کیکم. من سریع اینو توی فلک از قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد گرمش کردم میپزم و برمیگردم. خب این کیک من برای حدود 25 دقیقه پخت و شما برای اینکه ببینید کیکتون خوب پخته یا نه از یه خلالندون یا هر سیخ چوبی استفاده کنید. به این صورت که میزنید وسط کیکتون رو در میارید. اگر که بهش موادی از کیکتون نچسبید یعنی اینکه پخته. من اجازه میدم که این کیکم یه مقداری روی این توری خنک بشه یه 5 الی 10 دقیقه، بعد دوباره برمیگردم.
حالا میرسید سراغ قسمت جذابش، یعنی تزیین کیک. کاری که من کردم اینه که یه مقداری کاغذ روغنی رو به صورت نواری برش زدم. حالا باریک همش هم مجبور نیستین که سایزشون یکی باشه، یه مقداری کلفت و ناز و اینا اشکالی نداره. میتونین از یه کاغذ آچار یا کاغذ معمولی هم استفاده کنین، ولی خب کاغذ روغنی به نظرم چون انعطاف پذیر کارتون شاید راحت تر بکنه. کاری که من میکنم اینه که اینا رو همین جوری به صورت راه راه روی کیک هم میچینم. حالا یه مقداری پودر قند برمیدارم و به آرومی پخش میکنم روی سطح کیکم. حالا آروم آروم هر کدوم اینا رو دونه دونه برمیدارم. شما اگه خواستی میتونید به جای این تکنیک کاغذ روغنی از استنسیل هایی که میتونید از لوازم قنادی هم تهیه کنین استفاده کنین، ولی خب این هیچ هزینه ای نداره و خیلی هم چیز قشنگ و شیکی میشه به نظر من. من یه چند تا توت فرنگی خیلی کوچیک و اینجوری به صورت باد بزنی خورد برش دادم و میذارم روی کیکم. این شما و این هم یه کیک بادوم خیلی خیلی آسون، ولی تا وقت که این کیک برش نخوره و خورده نشه قابل اعتماد نیست. سلایس کیک میبینید زخامتش چقدر کافیه برای یه کیک عصرونه، خیلی کافیه و سطح روی کیک صافه، دیگه احتیاج به برش و داستان و اینا نداره، خیلی ساده، خودش خود به خود خوشگله. به به خیلی خوبه ها. وقتی میخورین اصلا احساس نمیکنین اینکه آرد نداره. این از جالبیاش. قطعا هم میتونین طعم پوست پرتقال رو توش حس کنین که خیلی خوبه. ببخشید من یه گاز دیگه هم بخورم. بذارین از خوبیاش براتون بگم. خیلی بدی که نداره، همش خوبیه، ولی به نظر من شیرینیش بسیار به اندازه است و این دونه های خورد شده بادوم که روش ریختم وقتی میخوری یه خرچ خرچی هم داره، خیلی کافیه. یعنی نرمی کیک، خرچ خرچ بادوم، عالی. طعم بادومش هم اونجوری نیست که فکر کنین خیلی، اگه اونایی که خیلی علاقه به بادوم ندارن، خیلی طعم بادومش ملایم و دوست داشتنی و کافیه. اگه شما این کیک رو از یه شیرینی فروشی یا قنادی تهیه کنید حتما با خودتون میگین وای چه خوشمزه است، چه عالیه، ولی خودتون میتونید تو خونه به همین سادگی درستش کنید. من برم به خوردن کیکم ادامه بدم. تا یه قسمت دیگه از بالی، خداحافظ.